صبح آخرین روز بهمن سال 1341 اتومبیل پژویی وارد باغ اسدالله علم در محله دزاشی به تهران شد. راننده علی نقی عالی خانی بود، جوان 34 ساله تازه از فرنگ برگشته که چند ماه قبل به استخدام شرکت نفت در آمده بود. کابینه علم روز قبل استعفا داده و او دوباره مأمور تشکیل دولت شده بود و قصد داشت کابینه جدید خود را با نیروهای جوان تشکیل دهد. علی خانی در پاریس اقتصاد خوانده بود، اما خبر نداشت صبح به آن زودی برای چه از سوی شخص نخست وزیر احضار شده. او تنها یک بار علم را از نزدیک دیده بود و چندان هم به هزار توی سیاست در ایران آشنا نبود. اما چند ساعت بعد وقتی از باغ دزاشیب خارج می شد، او اولین وزیر وزارت تازه تأسیس اقتصاد بود. عالی خانی تا 7 سال بعد بر همان مسند ماند و پایه‌گذار تحولاتی در اقتصاد ایران شد که دهه 40 را به دهه طلایی اقتصاد ایران بدل ساخت. علی نقی عالی خانی مهمترین چهره کلیدی نسل تکنوکرات جوانی است که سکان سیاست و اقتصاد ایران را در دهه 40 در دست گرفتند و توانستند کشتی به گل نشسته اقتصاد ایران را به ساحل مقصود برسانند. خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در هر قسمت از کانال پروفایل داستان زندگی یک چهره مشهور و یا جنجالی را برایتان روایت می‌کنیم. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو در کامنت ها برای من بنویسید علاقه‌مندی داستان زندگی کدام یک از چهره‌های سرشناس و یا مؤثر ایرانی و یا خارجی را برایتان روایت کنیم. حکومت پهلوی دهه 40 را چندان خوب آغاز نکرده بود. سیاست‌های پولی اشتباه در اواخر دهه 30 موجب افزایش تورم، کاهش ذخایر ارزی و بالا رفتن بی سابقه قیمت ارز شده بود. دولت‌های منوچهر اقبال و جعفر شریف امامی برای حل این اقتصاد بحران زده چندان خوش اقبال نبودند. سیاست‌های اقتصادی علی امینی اگرچه توانست تورم را متوقف سازد، اما نتوانست چرخه اقتصاد را به حرکت درآورد و اسدالله علم در حالی سکان دولت را در تیر ماه 1341 به دست گرفت که تیم امینی نیمی از راه اصلاحات ارزی را پیش برده بود. دولت علم آغاز یک دوران تازه بود. نقطه پایان سیاستمداران کهنه‌کاری همچون قوام و مصدق که سالهای جوانی و خامی شاه را دیده بودند و نقطه آغاز نسلی تازه که روزهای جوانی شاه را در خاطر نداشتند. نسلی که آموخته بود چگونه همان چیزهایی را بگوید که محمد رضا دوست داشت بشنود و بله قربانگویی نردبان ترقیش شد. نسل مردانی همچون منصور و هویدا. اما همین جوانگرایی موجبات برآمدن نسلی تکنوکرات را نیز فراهم آورد که اغلب تحصیل کردگان اروپا بودند نه آمریکا و هنرشان در تخصصشان بود و نه سیاست ورزیشان. در همان اولین دیدار عالی خانی با اسدالله علم در 30 بهمن 1341، نخست وزیر به او که هنوز 34 سال بیشتر نداشت پیشنهاد وزارت داد. این پیشنهاد برای عالی خانی چنان غیر طبیعی بود که تصور کرد شاید پی قربانی می‌گردند و قرعه به نام او افتاده. پیش خودم گفتم اینها از کجا بلند شدند آمدند دنبال من؟ شاید یک برنامه‌ای بوده که یک آدمی که عقل داشته گفته قبول نمی‌کند و آنها گفتند برنامه رو می‌دهیم به یک نفر که انجام بدهد. واقعاً برایم از این نظر غافلگیر کننده بود. ولی در همان ثانیه‌ها پیش خودم گفتم شاید آنها برنامه خاصی دارند و می‌خواهند یک جوان جاه‌طلبی بیاید، 6 ماه یک کار عوضی را انجام بدهد و بعد هم کاسه کوزه‌ها را سرش بشکنند. در همان دیدار اول عالی خانی از علم پرسید آیا شما برنامه‌ای دارید که می‌خواهید من انجام بدهم؟ علم با همان لهجه خراسانیش پاسخ داد نه آقا جان، ما می‌خواهیم شما دکتر شاخت ایران باشید. نه تنها برنامه‌ای در کار نبود، بلکه حتی نخست وزیر از این جوان تازه وارد پرسید برای وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی که ادغام و تبدیل به یک وزارت شده بودند چه اسمی می‌شود گذاشت.
علی خانی میگوید قاعدتا وزارت اقتصاد. علی خانی چنان غافلگیر کننده و غیر منتظر سکان وزارت تازه تأسیس اقتصاد را بر عهده گرفت که حتی جاکت معمول تشریفات دربار را هم نداشت و با جاکت علی نقی کنی که آستینهایش برایش کوتاه بود به کاخ مرمر رفت برای معرفی کابینه به شاه. علی نقی علی خانی در سال 1307 در روستای خمسه در نزدیکی ابهر متولد شد. پدرش مسئول املاک رضاشاه در این منطقه بود و آنها در این روستا و سپس در تاکستان زندگی می کردن. پس از شهریور 1320 به تهران آمد و شاگرد دبیرستان البرز شد. در سال 1325 به دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفت و لیسانس علوم سیاسی گرفت. او در همان دوران به عضویت حزب پان ایرانیست در آمد، اما در زمستان 1328 با اخذ بورسیه دولتی عازم فرانسه شد و از دانشگاه پاریس دکترای اقتصاد گرفت. در سال 1336 به ایران بازگشت و به استخدام ساواک در آمد. او به عنوان تحلیلگر اقتصادی در ساواک مشغول به کار شد و به سرعت به یکی از مدیران و دستیاران نزدیک تیمور بختیار رئیس ساواک تبدیل شد. باقر عاقلی در کتاب شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران نوشته که سمت علی خانی در ساواک مشاور در امور اقتصادی بود و او گزارش‌های اقتصادی هفتگی ساواک را برای مقامات عالی رتبه و به ویژه شاه تهیه می‌کرد. به نوشته عاقلی شاه از طریق همین گزارش ها با علی خانی آشنا بود. سه سال بعد همزمان با برکناری تیمور بختیار علی خانی ساواک را ترک کرد و به توصیه امیر عباس هویدا در سال 1340 به استخدام شرکت ملی نفت ایران درآمد و در زمان ریاست علی وکیلی بر اتاق بازرگانی مشاور اتاق بود و شناخت کافی از وضع اقتصادی ایران پیدا کرده بود. در اوایل دهه 40 وقتی دولت اسدالله علم به دنبال نیروهای متخصص و جوان برای حل مشکلات اقتصادی کشور بود، با معرفی جهانگیر تفضلی وارد حلقه نزدیکان علم شد. از جوان دانش آموخته اقتصاد در پاریس که حالا وزیر اقتصاد شده بود خواسته بودند دکتر شاخت ایران باشد. شاخت اقتصاددان و رئیس رایشبانک در آلمان پس از جنگ جهانی اول بود که از اقتصاد ضعیف آلمان که در آن پول ملی چنان بی‌ارزش شده بود که یک گونی از آن معادل یک قرص نان بود، اقتصاد پویا و قدرتمندی ساخت. شاخت در سال 1314 به ایران آمده بود و در دیدار با رضاشاه چند طرح مالیاتی، گمرکی و راه صنعتی شدن ایران را به رضاشاه داده بود. بعد از دو دهه محمد مصدق هم به سراغ شاخت رفت تا نسخه اقتصاد بدون نفت را برای ایران بنویسد. اما او زمانی به تهران رسید که دولت مصدق سقوط کرده و فضل الله زاهدی بر سر کار بود. علی خانی در دوران رواج سوسیالیسم در جهان از مخالفان مارکسیسم و مدافع جدی بخش خصوصی بود. من اعتقاد داشتم اول میباید صنعت را در کشور تقویت کنیم و بدون حمایت دولت و بدون مداخله خیلی مداوم و پیگیر دولت این کار میسر نیست. دوم اعتقاد داشتم یک عدم تعادل خیلی چشمگیر در فضای اقتصادی ایران وجود دارد، یعنی فعالیت ها در یک جاهای خاص متمرکز شده و این خیلی ناسالم است. او همچنین در تلاش بود اقتصاد ایران را به سوی غیر نفتی شدن پیش ببرد. تا آنجا که می توانیم اقتصاد ایران را می بایست متنوع کنیم و از وابستگی شدید آن به نفت، چه از نظر درآمد ارزی و بودجه عمومی و چه از نظر اشتغال، کم کنیم. در آن زمان احساس می‌کردم اگر قرار است اقتصاد درستی پیدا کنیم، بازرگانی باید نقش عامل توسعه صنعتی و کشاورزی را داشته باشد. علی خانی را می‌توان بانی اصلی ثبات اقتصادی در دهه 40 دانست. او قبل از قبول وزارت به تمام نقاط ایران سفر کرده بود و درک خوبی از تحولات و کاستی‌های اقتصاد ایران داشت.
در نخستین گام پس از قبول وزارت از تکنوکرات ها و اقتصاددانان برجسته چون محمد یگانه، رکن‌الدین سادات تهرانی، احمد ضیایی و رضا نیازمند دعوت به همکاری کرد تا قدرتمندترین و هماهنگترین تیم تکنوکرات ها را برای صنعتی کردن ایران تدارک ببیند. به علاوه با چهره هایی چون دکتر مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرماییان و صفی اصفیا در سازمان برنامه و دکتر مقدم و دکتر مهران در بانک مرکزی همکاری خوبی داشت. در مدت اندکی بعد از قبول وزارت چنان نفوذی در بین تمامی تکنوکرات های موجود ایران پیدا کرد که برای نخستین بار سه سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همه به خوبی با ایده ها و تفکرات او هماهنگ شدند و توانستند دوره طلایی اقتصاد ایران را رقم بزنند. علی خانی نزدیک به 7 سال در دولت های اسدالله علم، حسن علی منصور و امیر عباس هویدا بر مسند وزارت اقتصاد تکیه داشت. برنامه اصلی دوران وزارت علی خانی در وهله نخست تقویت صنعت بود که بدون حمایت دولت میسر نبود. آنچه وزیر اقتصاد جدید انجام داد در واقع حمایت لازم و کافی دولت از بخش خصوصی بود که بتواند سهم مؤثری در سرمایه گذاری در صنعت در دوره برنامه عمرانی سوم داشته باشد. این حمایت به 2 صورت انجام می شد. یکی ایجاد فضای آزاد کسب و کار در داخل و عدم مداخله دولت در قیمت گذاری و دیگری حمایت های تعرفه‌ای از تولیدات صنعتی داخلی. علی خانی به صاحبان بخش خصوصی وعده داد که اگر سرمایه های خود را در تولید داخلی به کار بیندازند از آنها حمایت خواهد کرد. اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می کنم به شرح زیر است. الغاء رژیم ارباب و رعیتی، همزمان شدن اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی با سیاست‌های اقتصادی جدید هم به کمک او آمد. تجار ثروتمند که تا پیش از آن سرمایه‌های اندوخته خود را صرف خرید ملک می‌کردند، با پیشرفت برنامه اصلاحات ارضی رغبتی به خرید املاک نداشتند و ناگزیر ترجیح دادند به تولیدات صنعتی روی بیاورند. در مدت کوتاهی از 1342 تا 1345 ارزش تولید صنایع کارخانه‌ای که در آن زمان عمدتاً متعلق به بخش خصوصی بود بیش از 2 برابر شد. روی دیگر سیاست‌های اقتصادی دهه 1340 رفتن به سوی صنایع سنگین مانند ذوب آهن، ماشینسازی و پتروشیمی با سرمایه گذاری و مدیریت دولتی بود. از برنامه 5 سال 4 به بعد که مصادف بود با افزایش درآمدهای نفتی، دولت با جدیت تمام به سرمایه گذاری در صنایع سنگین همت ورزید. ذوب آهن در اصفهان و تراکتورسازی و ماشینسازی در تبریز و عراق با همکاری اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی طی این برنامه تأسیس شدند. صنایع سنگین دیگری نیز در زمینه پتروشیمی و صنعت مس با همکاری بنگاه‌های غربی و دولت ایران به راه افتاد. امروز می توانم به شما بگویم که آنها راه دوم، یعنی تسلیم کامل و اداره حقیقی و کامل و البته مالکیت کامل تمام علی خانی طی 7 سال وزارت روابط بسیار نزدیکی با صاحبان صنایع برقرار کرد. ارتباط مداوم و پیوسته و در عین حال دلسوزانه برای صنایع داخلی از جمله کارکردهای مثبت او بود. صنایع کفش و چرم، خودرو، پتروشیمی، دارو، الکترونیک و بسیاری دیگر در این دوره رشد چشمگیری داشت. این سیاست‌ها و توجه‌ها حتی در سال‌های دهه 50 نیز به تأسی از همین الگو ادامه یافت.
چنین روابط و سیاست‌های طی یک دهه به تدریج فرهنگی را در صنایع پدید آورد که نظم و انضباط سرمشق فعالیت‌های آنها شد. از سوی دیگر، صاحبان صنایع برای رشد و توسعه خود مجبور به الگوبرداری از صنایع پیشرفته دنیا شدند. شرکت سهامی صنعتی جنرال با کمال افتخار محصول جدید خود آبگرمکن گلاسلاین را خدمت هموطنان عزیز تشریح می نماید. چنانچه ملاحظه می فرمایید آبگرمکن به طور کلی از سه قسمت مهم تشکیل می شود. این الگوبرداری از صنایع غرب نیازمند تعامل جدی با آنان و نیز دقت در این روابط بود، به نحوی که شرکت های خارجی برای شرکت های ایرانی آنچنان اعتباری قائل می شدند که دیگر نیازمند ضمانت های دولتی نبودند. شرکت‌های خصوصی خود ضامن تعهدات مالی و اقتصادی خود می‌شدند و در دهه پایانی حکومت پهلوی صاحبان صنایع خصوصی از چنان اعتباری برخوردار بودند که برای وام‌هایی که از بانک‌های اروپایی می‌گرفتند فقط امضای شرکت خودشان را می‌دادند و حاضر نبودند ضمانت بانکی بدهند. دهه 40 و دوران وزارت اقتصاد علی نقی عالی خانی عصر شکوفایی اقتصاد صنعتی در ایران بود. جهش عظیم در رشد اقتصاد ملی به سمت اقتصادی آزاد و بدون وابستگی به صنایع خارجی. با بهتر شدن شرایط اقتصادی در اواخر دهه 1340، هویدا و شاه عملاً دیگر تمایلی به ادامه مأموریت عالی خانی نداشتند و با توجه به فشارهایی که از گوشه و کنار وارد می‌شد، تداوم کار برای عالی خانی دشوار شده بود. امیر عباس هویدا به مداخله دولت در اقتصاد اعتقاد راسخ داشت. او طرفدار قیمت‌گذاری بود و عالی خانی مخالف آن. اختلافات در سال 1348 دیگر به جایی رسید که عالی خانی تصمیم گرفت وزارت اقتصاد را ترک کند و به شاه گفت من نمیتوانم با هویدا کار کنم، اجازه میخواهم من را از این کار معاف کنید. اما بسیاری از صاحب نظران اختلافات عالی خانی و شاه را عامل کناری گیری او از دولت میدانند و به تغییر منش و سیاست های شاه در اواخر دهه 40 اشاره می کنند. به نظر می رسد نقطه بحران در رابطه شاه و وزیر کاردانش، روابط شخصی شاه با امیر هوشنگ دولو و پزشک مخصوصش عبدالکریم عیادی و مقاومت عالی خانی در برابر درخواست های غیرقانونی دربار از اوست. ما در دو ویدیو مختلف در کانال پروفایل، داستان زندگی امیر هوشنگ دولو و عبدالکریم عیادی و نفوذ عمیق آنها بر شاه را روایت کردیم که آنها را می توانید در ویدیوهای کانال یافته و یا از طریق لینک بالا تماشا کنید. عالی خانی در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد تلویحاً مقاومت در برابر دستور شاه برای اعطای انحصار واردات برخی محصولات کشاورزی به دولو را یکی از دلایل کنار گذاشته شدن خود از وزارت اقتصاد می‌داند. او توضیح می‌دهد که چگونه امیرعباس هویدا نخست وزیر از او می‌خواهد که امیر هوشنگ دولو بتواند اجناسی را که قاعدتاً کسی حق ورودش را ندارد به کشور وارد کند و بفروشد. وقتی عالی خانی مقاومت می کند، هویدا به او می گوید که این دستور شاه است و او باید آن را اجرا کند. خودداری عالی خانی باعث می شود هویدا از او بخواهد با او به کاخ نیاوران برود تا خودش رو در روی شاه دلایلش را برای مخالفت با درخواست غیرقانونی دولو را اعلام کند. عالی خانی می گوید وقتی به نیاوران رفت، خود را آماده کرده بود تا دیگر به وزارت اقتصاد بر نگردد و به خانه برود، اما ظاهراً شاه که متوجه سرسختی و مقاومت او شده بود ترجیح داد با عالی خانی روبرو نشود و به هویدا گفت که از این موضوع صرف نظر کند. عالی خانی میگوید که بعد از این رفتار شاه با او تغییر کرد. از همان روزی که این جریان رخ داد برای من یقین شد که من دیگر نباید به خدمت خودم در وزارت اقتصاد ادامه بدهم. بعد هم شاه تندیهای بیش از پیش و بی جای اصولاً در اداره امور از خود نشان می داد که تا آن موقع ما به آن عادت نداشتیم و در واقع مرحله تازه رفتار شاه در اداره امور مملکتی بود که تصور می کرد که عقل کل است و تمام مسائل را می داند و بنابراین
هرچه میگوید باید به همان صورت اجرا شود و به همین دلیل هم برخوردهای دیگری هم برای من با ایشان به وجود آمد. اما افراد دیگری همچون دکتر رضا نیازمند، معاون عالی خانی و رئیس وقت سازمان گسترش، کنار رفتن عالی خانی از دولت را به حسادت شاب مردان قدرتمند نسبت می دهند که مخصوصاً تحمل نداشت فرد دیگری در مملکت محبوب و مورد توجه قرار گیرد. خود عالی خانی نیز در مصاحبه‌اش رفتار شاه را به دو دوره قبل از تاجگذاری و بعد از آن تقسیم می کند. به گفته او در دوره اول شاه بیشتر به عنوان یک رهبر مترقی و اصلاح طلب خودنمایی می کرد. نفوذ درباریان بسیار کم بود و اطرافیان شاه جرأت زیادی برای درخواست و توقعات بیجا از دستگاه ها نداشتند. عالی خانی درباره دوره بعد از تاجگذاری می گوید در این دوره شاه به جای استفاده از همه امکاناتی که برای او به وجود آمده بود و به جای فشردن دست میلیون ها نفری که به سوی او دست دراز کرده بودند، ترجیح داد دوباره به نوعی روش حکومتی فردی، مداخله بیجا و پشتیبانی از اطرافیان خود و درباریان بپردازد. به همراه این کار، شاه با دقت مواظب بود که هیچ کسی سری میان سرها پیدا نکند و اگر کوچکترین احساس خطری میکرد، ترتیب تغییر شغل آن فرد را میداد. مثلا توی دهه 60، 1900 الی 1960، سالهای آخر دیگه به جای رسیده بود که تحمل اینه که خلاف حرفش حرف بزنن نداشت. در حالی که در سالهای اول پس از این اصلاحات ما وقت شورای اقتصاد داشتیم در حضور اعلیحضرت، اعلیحضرت چیزی میگفت خیلی با احترام میتونستیم توضیح بدیم که این به این صورت نیست، با اونم گاهی وقتی قبول میکرد، ولی سال آخر نمیشد این کاری کرد. یعنی از دهه 50 به بعد، منظورت 1350 به بعد، از سال 46 47 به بعد دیگه سخت شده بود. علی نقی عالی خانی پس از استعفا در مرداد 1348 به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد. در سال 1350 از آنجا هم استعفا داد. از کارهای دولتی کناره گرفت و تا زمان وقوع انقلاب در بخش خصوصی مشغول به کار شد. او در آستانه پیروزی انقلاب ایران را ترک کرد و به لندن رفت. پس از سقوط حکومت شاه که اموال سرمایه‌داران بزرگ از سوی دادگاه‌های انقلاب ملی اعلام شد، اموال بجامانده از عالی خانی در ایران هم مصادره شد. او پس از انقلاب در سازمان‌های مختلف بین المللی به عنوان مشاور اقتصادی حضور داشت. یکی از مهمترین فعالیت‌های فرهنگی عالی خانی ویرایش خاطرات روزانه اسدالله علم است. عالی خانی رابطه نزدیکی با علم داشت و همین رابطه نزدیک بود که موجب شد خانواده علم یادداشت‌های شخصی و روزانه او را که طی سال‌های متمادی نوشته و در خارج از ایران نگهداری می‌کرد را پس از مرگ او به عالی خانی بسپارند تا آنها را پس از تدوین و ویرایش منتشر کند. خاطرات 7 جلدی علم در سال 1370 در لندن منتشر شد و پس از آن بارها در داخل کشور چاپ شده و به یکی از منابع مهم و ارزشمند برای شناخت مناسبات قدرت در دربار ایران تبدیل شده. عالی خانی در 4 تیر ماه 1398 در واشنگتن درگذشت. میراث عالی خانی در حمایت از بخش خصوصی چندان ماندگار نشد. در دهه 50 شاه خود به تنها تصمیم گیر تبدیل شد و نظرات کارشناسی را کنار گذاشت. بالا رفتن ناگهانی قیمت نفت، افزایش بی‌رویه واردات، فزونی گرفتن روند تورمی در اقتصاد و تأسیس مرکز بررسی قیمت‌ها نهال نوپای اقتصاد ایران را در ریشه خشکانید. در حالی که در دهه 40 ایران به صادرکننده کالاهای صنعتی تبدیل شده بود، دخالت‌های بیجای شاه در اقتصاد کشور و انفعال و تسلیم بودن محض نخست وزیر و وزیران در برابر اراده شاه، قطار اقتصاد ایران را از ریل صنعتی که عالی خانی آن را پایه‌گذاری کرده بود خارج کرد. آثار این سیاست‌ها بود که در نیمه‌های دهه 1350 صنعت ایران را زمین‌گیر و وابسته به مونتاژ کرد. این هم داستان زندگی علی نقی عالی خانی، معمار توسعه صنعتی ایران.
نظر شما درباره عالی خانی چیست؟ به نظر شما چرا مردان توانمند در ایران کنار گذاشته می شوند و جایشان را به افراد وفادار و تسلیم محض در برابر قدرت می دهند؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.